أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان گرامی، قدر و مؤمنین خدا، سلسله بحثمان درباره اخلاق و تربیت از دیدگاه دین و علم بود و درس پیشترمان درباره آمده و خاتمه یافت درباره اخلاق حمیده جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امروز باید ما از دیدگاه دین و سرچشمه های دینی معلوم کنیم که و معلوم می نماییم که اخلاق هر آینه چی زمینه و سرچشمه ها دارد. دین و مصدر اساسی دین که قرآن و زندگی نامه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند، درباره اخلاق چی می گویند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. اینما برای حصر می بیا. در زبان عربی معنی حصر همین است که چی گونه که امروز در زبان من میگیم واقعا و حقیقتا. پیامبر گفته حقیقتا من برای او پیغمبر شدم که برای شما کرامت های اخلاق پر سازم. وقتا که ما میگیم اشهد ان محمد رسول الله، محمد فرستاده خدا های، برای چی فرستاده شده؟ وقتی که ما میگیم که محمد پیغمبر خدا های، برای چی پیغمبر شده؟ یکی از سبب پیغمبر شدن و رسول بودنش همین بوده است که کرامت های اخلاقی را برای ما پره کنه. گفته من برای پیغمبر شدم که اخلاق برای شما پره کنم، اخلاق برای شما تکمیل تیم، اخلاق برای شما به اوج اعلا برده رسونم. بعثتو لأتمم، این نما در اولش آمده که واقعا حقیقتا من برای او پیغمبر شدم. نمیگه که برای او پیغمبر شدم که شما در اخلاق میبیارم، نه. مقصد پیش ایمن دیگر پیغمبرو آمده بودن اخلاق برای شما رسوندن با برنامه های برغلط، میل دنیا، محیط اطراف بیزیب، محیط برغلط، برنامه های برغلط، رفیق بد، نفس و دنیا همون اخلاق را ضعیف میکنه. همون تربیه و اخلاق هم من برای شما چکار میکنم؟ کامل میکنم. برای همین مبعوث شدم. یکم پیغمبر آمدن اخلاق شما در رساندن. پیغمبر میگم آمدم همون ضعیف شده بود، بنابر سببی اخلاق های بد و برنامه های بد اما را من کامل کردم. دویم معنیش همینه که خداوند انسان یک مخلوق خلق کردگی است که همیشه ای راستی خوشش می بیاید، همیشه ای دروغ بدش می بیاید، همیشه ای عدل خوشش می بیاید، همیشه ای ظلم بدش می بیاید، همیشه دوستی را دوست می داره، مهربانی را دوست می داره، بدرفتاری را بد می بینه. این در خون ما خدای را خلق کردگی است. این در خون ما فطرتان، یعنی خلقتان، ما همون روزی که ما را خدا خلق کرد در خونی ما همیه را جام کرد. معلوم بده که همیه با ضعیف میشدین، پیامبر ها میامدین همیه را پره میکردین. امام غزالی در کتابش میبیاره که تمام علما اتفاق دارند نزد علمای اهل ادب، یعنی علمای اهل اخلاق، که جمیع اخلاق جناب پیغمبر 10 دانه بده. تمام علما خواست کردند که پیغمبر خدا 10 نوع اخلاق داشتیان که انا همینه مکارم الاخلاق میگن، حرمت های اخلاقی. کی میخواه که اخلاق محمدی داشته باشه؟ کی میخواه که در اخلاق پیغمبر شریک باشه؟ کی میخواه که اخلاق حمیده پیغمبری داشته باشه؟ با آن شرطه که این 10 دانه پونکت تربیه و اخلاقی در بدن او پیدا شود. یکم گفته اخلاق جناب پیغمبر یقین بود. یقین چی را میگن؟ یقین آن چیزی را میگن که در وی شک نیست. باید ما یقین داشته باشیم که غیبت حرام است. باید ما یقین داشته باشیم که فردا ما را منکر و نکیر میپرسه در گور. باید ما یقین داشته باشیم که دشنام دادن فاسقی است.
باید ما یقین داشته که باشیم که مالی مردم خوردنش حرام است. تا ما یقین نداشته باشیم ولی به اخلاق نمیرسیم. یکم اخلاق جناب پیغمبر یقین بوده است. ما اگر یقین داشته باشیم که قیامت هست، پرسیش هست، عذاب هست، پرسیدن هست، عذاب وجدان است، ظلم حرام است، مال یتیم خوردنش حرام است، قضای نماز او انسان جهنمی میکنه، دروغ گفتن انسان جهنمی میکنه، دروغگویی تاریکی ایمان است، راستگویی چراغ ایمان است، انمیده باید ما یقین داشته باشیم، دو دیله نباشیم، شک نکنیم. پیامبر ما در راه دین شک نداشتیم. یکم چی بده است؟ یقین. یقین یعنی که شک، دو دیلگی در وای نیست. ما باید دو دیله نباشیم در راه دین. وقتی دو دیله کشیدیم ولی ما به اخلاق نمیرسیم. چه به انسان های امروز آزاری زبانی میتین؟ چه به آزاری دستی میتین؟ چه به ناحق میخرن؟ چه به ناحق میپوشن؟ چه به امروز حیام نیست؟ چه به امروز شرم نیست؟ چه به امروز مردم بد زبانه؟ برای که یقین نداریم. اگر ما یقین داشته باشیم که در این کارامون فردا عذابه، ما جنایت نمیکنیم. دویومش قناعت. قناعت چی های؟ ساده زندگی کردن. از دنیا سه تقسیم های امام غزالی گفته های. گفته یکم ضروریات. ضروریات چی های؟ ما باید لباس داشته باشیم یک پر یا دو پر. ما باید یک خانه زندگی میکردگی داشته باشیم. ما باید برای نفقمون کار کنیم. ضروریات معنیش همینه که هر چیز را که زندگی برای ما ضرور کردگی است، این برای ما واجبات های. یک خانه داشتن، یک لباس داشتن، یک سواره داشتن، باغ کردن، فرزنددار شدن، زندار شدن، به قدر الامکان نفقه کردن، صدقه کردن، دستگیری کردن، به قدر میانه زنین ضروریات میگن. بعد از این چی بده است؟ حالتهای رفاهی. رفاهی چیه؟ این برای ما ضرور نیست. رفاهی چی میگن؟ دویم خانه گرفتن، دویم زن گرفتن، دویم ماشین گرفتن، بستان سرای انداختن، پنج پر و شش پر لباس گرفتن. اینا رفاهی ها. اینا نه سنت های برای ما، نه واجب های. اگر زیادش اصریف های. با مسئله های تشریفی. تشریفی ده چی میدرویه؟ زکات. همه به زکات رسیده نمیتونه. اگر به زکات مال من رسه ما شرافت داریم. لیکن همه رسانده نمیتونه. برای ما ضروریات شرط های. ضروریات هم یک قدر الامکان و چخل زندگی رو بینیم و یک خانه و یک دری عادی هم داشته باشه. چی به امروز مقصد؟ زندگی ها ساده نیست. زندگی ها که ساده نیست، عروسی ها که ساده نیست، مقصد آماری طلاق زیاد میشه و با آماری مقصد نفهمی ها زیاد میشه و همه این علامتش ای چیه؟ ای قناعت نداریم و ما باید ساده زندگی کنیم. باید ما مراسم عروسیمون ساده باشه، مراسم توی ختنه سوریمون ساده باشه، مراسم دفنمون و عزاداریمون ساده باشه. همه ای کاری که میکنیم باید ما ساده زندگی کنیم. ساده باید زن انتخاب کنیم. همون زن و مرد ساز گرفت، نفقه را داده تا نیست، مقصد مقدار مهرش داده تا نیست، باید زندگیشون رو سر کنن. چی در کار اینقدر کارهای غیر ضروری؟ برای زن و مرد چی ضروری؟ یک دیگر انتخاب کردن. چی ضروری؟ مهرش دادن. چی ضروری؟ نفقش دادن. خلاص توی همون روز نکاح، همون روز برقراری. ما دیگه قناعت نداریم. وقتی قناعت که نداریم اماری طلاق زیاده. قناعت نداریم اینقدر فرزندو یتیمه. قناعت نداریم اینقدر محبس میشیم. قناعت نداریم تشریف حرمتمون از بین میره. باید ما ساده باشیم. این دویم اخلاق جناب پیغمبر ده. سیمش صبر. صبر چیه؟ لجام کردن. امروز اگر این دنیا رو ما دریاب کردن نمیتونیم. به این پیش رویاش، به این کلان شویاش. صبر این چیز شوخی نیست. صبری در مصیبت. صبری در طاعت. ما عزیزامون های دست میتیم. پدرامون میرن، مادرامون میرن، برادرامون میرن، دنیامون میرن. اگر این صبر نباشه ایمان ما نمک نداره. صبر نباشه یگان طالب علم عالم نمیشه. صبر نباشه یگان دانشمند به قله بلند اختراعات نمیرسه. چون امروز دانشگاه ها لیاقت طلبه های لیاقتمند نمیبرن برای که صبر تحمل گم شد. طلبه ها صبر ندارن دیگه علم اخذ کنن. این دنیا رو ما دریاب کردن نمیتونیم تا صبر پیشه نکنیم. اگر ما صبر نداشته باشیم
نه از دین بهره میگیریم و نه از دنیا. سیم اخلاق جناب پیغمبر صبر بوده. چهارم شکر، هر یک نعمت در جاست صرف کردن، شکر بینایی، شکر چشایی چشیدن، شکر قپیدن، شکر فرزند، شکر زن و فرزند، شکر شوهر، شکر امن و امانی و سلامتی، شکر دولتی آباد، شکر منطقه آباد، شکر آسایشتگی. این رو هر نعمت در جاش باید ما شکر کنیم. جوانی، چهارم اخلاق جناب پیغمبر شکر بدیم. پنجم اخلاق جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حلم بدیم. حلم چیه؟ بردباری. امروز انسان هایی هستن که از کوچه اخلاق نگذشتیم، انسان هایی هستن که مکتب ندیدیم، تربیه پدر و مادر ندیدیم، تربیه استاد ندیدیم، تربیه دانشگاه و اونیورسیت مکتب ندیدیم، تربیه منبر مسجد ندیدیم. ما باید که اونها دست بر گریبان نباشیم. عصبی زیاده، انسان های بدجهل زیاده، ما باید به اونها دست بر گریبان نشویم. انسانی که آبروی خش حفظ نمیکنه و کجا آبروی ما رو حفظ میکنه؟ انا این میگن حلم. در عهد حضرت عثمان یک نفر میگه خیلی حضرت عثمان بد میگفت. پیش حضرت عثمان آمد گفت تو چه خیلی خلیفه ای که با من از زمین میتی نه یاردم میکنی؟ حضرت میگه زمینش داد با یاردمش کرد، بعد از او با همو زمین در خانش هم ساخت. حضرت گفتن حضرت آقای زمین دادی یاردم کردی با چی خانش هم اندازی؟ گفت نگاه میکنیم و غیرت خانه اندازی هم نداره، بیا خانش هم انداخته تیم. خلیفه های ما خیلی حلیم بدن، این خیلی مهربان بدن، جنجال نکردن، زندانی نکردن. حضرت عثمان سه یکی زمین ایسه هیسم یک قسمی زمین در اختیارش بود. انه خیلی حلیم بدن، مبارک بدن، بردبار بدن. امروز باید ما هم حلیم باشیم، باید ما هم موقع ما نشناسیم که قطعی که گب میزنیم قطعی که نه، قطعی که دست قطعی سلام میکنیم قطعی که نه. باید ما نیک از بد جدا کنیم. حلیمی انمیه. ششم حسن خلق، اخلاق حمیده. جناب پیغمبر میگه یا معشر القریش، ای قریشی ها، شما با مال دنیا و منصب دنیا مردم رام کرده نمیتونی، زیرا که زور تو نمیرسه، لیکن شما با اخلاق نیک مردم رام میکنی. ما مسلمان ها با پول و مال مردم رام کرده نمیتونیم، ما با اخلاق نیک مردم رام میکنیم. ششم اخلاق جناب پیغمبر حسن خلق بوده، اخلاق حمیده. هفتم سخاوت. سخاوت از آفتاب یاد گیریم. همین روز تو بگر برای ما هم روشنی میتی هم گرمی، از ما قرضاره. این تعلیمات های خدا میگه نگاه کنه برای شما نور میتی، آب بینه همه از اون مینوشه، زمین بینه همه از اون میخره. باید ما هم سخی باشیم، باید قوت مانا برای آشتی کردنی دو قهری صرف کنیم، باید علم مانا برای جاهلا صرف کنیم، باید دارایی مانا برای فقیرها صرف کنیم، مهربانی مانا برای پدر و مادر و زن و فرزند مانا صرف کنیم، دارایی مانا در راه خدا صرف کنیم، در راه علم صرف کنیم. باید ما صدقه های جاریه داشته باشیم، از راه هموار و امبولاتوری ساختن و مرکز های تیبی ساختن و مکتب ساختن و مدرسه ساختن و مسجد ساختن و در یتیم خانه ها کمک کردن، این سخاوت های. این هفتم سخاوت پیشگی جناب پیغمبر بوده. هشتم غیرت. باید ما غیور باشیم، باید نگذاریم که زنی ما رو در یک جا گب زنن، ما باید نگذاریم که خواهری ما رو گب زنن، باید ما نگذاریم که دینی ما را گب زنن، ملتی ما را گب زنن، سرزمینی ما را گب زنن. ما باید سرخ شویم، بعضی جا دا برای سرزمین ما سرخ شویم. امروز سرزمین ها دا مردم برای بانی کردنش از قوه های مسلح و از دفاع میترسن، وهم دارن، اینا بیغیرتن. حضرت جناب پیغمبر بوده که خدا لعنت کند اون مردی را که دشمنش در پشت خانش پیشواز میگیره. خدا لعنت کنه که سرزمینی را که جوان مردای اون میگریزن از بونی کردنش. خدا لعنت کنه اون مسلمانی را که ای اسلامش میگریزه غیرت نداره. خدا لعنت کنه اون مردی را که ای سرزمینش میگریزه. پیغمبر گفت خدا لعنتش کنه که دشمنش در پشت خانش پیشواز میگیره. وقتی که ما غیرت پیدا نکردیم، ما سرخ نشده، ما حمیت پیدا نکردیم، دشمن پشت بام ما میبیاد.
باید ما غیرت داشته باشیم. باید زنی مسلمان پیش ما در گب زنه باید ما غیرت کنیم. مردی که در پیش ما اگر نامحرم گب میزنه از زنا تعریف میکنه، ای زنی مسلمان فحشگیش گب میزنه، باید ما را اجازت نتیم. این اخلاقی پیغمبر خدا هشتمش بوده. نهم شجاعت. پیغمبر شجاع بود. صحابه میگه در غزوه ها ما در سایه پیغمبر پناه میبردیم. این بود میگه اخلاق جناب پیغمبر. شجاع باشیم. باید زن و فرزند ما، اجداد اولاد ما در سایه ما پناه برن. ما باید شجاع باشیم. دهم مروت. مروت چند خیل تفسیر کردیان. اما حضرت بیدیل گفته که مروت به معنای چه؟ شخصیت. افتریتیت. باید ما قطعی کیششتن مندانیم. باید ما قطعی کی گب زدن مندانیم. ما باید هر خیل معرکه های پس نرویم. هر خیل آدمی پس قطعی رفیق نشویم. هر خیر خاندانی پس خدی کلی نتیم کلی نگیریم. این مروت میگن شخصیت. در دیگر حدیثی گوهر باشان جناب پیغمبر گفتن که این ده خصلت خدا خاص من کرده. در سنن الکبرا میبر بیهقی گفته این ده اخلاق خدا خاص من کرده، شما در این جمع نمیشوه. شما میخواهی گفت که همین آساسه به دست بیاری؟ از ها گفتن بله. گفتن یکی از همین قپه یحتشه این اخلاقا گرنگ زنجیره ایش ایش آوردن میگیره. ما این ده تا جمع کردن نمیتونی، خود جناب پیغمبر بود. ما اگر صبر شقپیم صبر اوش کشیده آوردن میگیره. ما اگر شجاعت شقپیم اوش آوردن میگیره. ما اگر یقین شقپیم یکی از همین خصلتا رو قپیم اون نه تاش میگه آی سایسه میگه کشیده آوردن میگیره. شما صاحب اخلاق محمدی میشه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت الرؤوف الرحيم. خداوند ما را صاحب اخلاق حمیده محمدی گردان. برحمتك يا ارحم الراحمين.